فصل 17. بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد. چهرش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت: خداوندا، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید. وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشت و گفت: برخیزید، دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند جز عیسی کس دیگری را ندیدند. در حالی که از کوه پایین می آمدند عیسی به آنان دستور داد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است، درباره آن رویا به کسی چیزی نگویند. شاگردان پرسیدند: پس چرا ملایان میگویند باید اول الیاس بیاید؟ عیسی پاسخ داد: درست است. اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد. اما من به شما میگویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان نیز باید همینطور از دست ایشان رنج ببیند. در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصود او یحیای تعمید دهنده است. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت: ای آقا، بر پسر من رحم. او مسروع است و دوچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب و آتش انداخته است. او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستن او را شفا دهند. عیسی در جواب گفت: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید. پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شود. دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ عیسی جواب داد: چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردر ایمان داشتید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت: پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم می گردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد. شاگردان بسیار غمگین شدند. در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرناهوم، کسانی که مأمور وصول مالیات برای معبد بودند پیش پتروس آمده از او پرسیدند: آیا استاد تو مالیات معبد را نمی پردازد؟ پتروس گفت: البته. وقتی پتروس به خانه رفت، قبل از آن که چیزی بگوید، عیسی به او گفت: ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می‌گیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟ پتروس گفت: از بیگانگان. عیسی فرمود: در این صورت خود ملت معاف است، اما برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند، برو و قلابی به دریا بینداز. وقتی دهان اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه‌ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده.